دور دیگر به شما بینندگان عزیز تلویزیون پارس برنامه دیدگاه. در برنامه امروز آقای سیاوش اوستا ما را همراهی میکنن و همچنان مطالب جالبی رو در اختیار شما قرار میدن. این روزا در محافل اینترنتی و فیسبوک به طور مرتب همچنان از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه گپ و گفتا و صحبت های مطرح میشه. یکی از مسخره ترین اونان این که این مردگی که 6 کلاس بیشتر درس نخونده در روسیه او رو دکتر خطاب کردن، آقای دکتر رئیسی. البته این کلمه دکتر رو دزدیدن این القاب در جمهوری اسلامی یک بدعتیه. این محسن رضایی هم از میدون طلبان تهران یه دفعه شد دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه تهران. اینا در حال مسائلیه که متداوله در حکومت. بنابراین این که 6 کلاس درس خونده در مسکو یه دفعه میشه دکتر رئیسی، به خاطر اینکه یه ابهتی بهش بدن گفتن دکتر رئیسی. اما همین آخونده عراقی زاده که سید علی رو رئیس جمهور کرده از سفر مسکو بسیار عصبانیه. البته این در کاخ کرملین نماز گذاشته، مثلا بگه من مثلا در یک کشور کمونیستی هم نماز میخونم، اما کجا نماز خونده؟ در همون جایی که مرتب سگ آقای پوتین به قول بچه ها تشرشور میکنه و اونجا رو پاک و تمیز میکنن. و خب این نماز آقا روی همین زمینی که این سگ حضور داره گپ و گفتهای بسیاری رو در رسانه ها و محافل ایرانی مطرح کرده. بله، این رئیسی گفتیم عصبانیه. چرا عصبانیه؟ اومد گفت آقا ما دعوت کردم به عنوان رئیس جمهور کشور و یک دعوت رسمی. ما فکر کردیم که یک در حال قدرتی نیروی هستی وارد اونجا میشیم، اما استقبال گرمی میکنن. ولی نفر چهارم به وزارت خارجه اومد از ما استقبال کرد. خب آخه تو چه انتظاری داریم با این سوابق جنایتکاری سال 67 که همه جای دنیا پیچیده، حالا میان تو استقبالی میکنن؟ ما پادشاهی داشتیم در ایران، پادشاه ایران رو در تمام دنیا بهش احترام میذاشتن. موقعی که میرفت در یک کشوری ازش استقبال خب گرم و پرشور میکردن. نمونهش همین روسیه است. ببینین پادشاه فقید ایران رفته روسیه چجوری ازش استقبال کردن، و از این یارو به عنوان چرخ پنجم درش که یک نفر کارمند وزارت خارجه رفته. بعد این ویدیوی بعدش ببینین که پادشاه در مسکو چجوری استقبال شد. By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm.
سفری بود که پادشاه داشتن اونجا. ببینید چه استقبال پرشور، همه جا همینجور، هر جای دنیا این پادشاه میرفت از چنین احترامی برخوردار بود. قدرشو ندونستین، متوجه نبودین که چی دارین در اختیار دارین و چه کسی در خدمت گذاری میکنه به شما. خب در نتیجه یه آدم جانی را آوردن اینجا، همه دنیا هم میدونن استقبال هم اونجوری میکنن که خودش گریزاری میکنه، آقا ما نفر چهارم از خارج روسیه اومده از ما استقبال. اینم زیادی بوده، اصلا دعوت روسیه هم از یک جنایتکار یه دعوت درستی نبود. البته خود این رئیسی میگه تنها چیزی که پوتین به من گفت، گفت آقا سلام ما رو به آقای آسدالی خامنه ای برسون و در حال احترام ما رو به ایشون بگو. این اونم احترامی نداره، اونم یا آخونده، اونم دلم میخواستم الان در اختیارم داشتم سر گورستان مشهد میدیدین این بر اونور میرم تا یه نفر بمیره بره اونجا بشینه دعا بخونه زمان شاهی. این کارش بود، شغلش بود. به رفیقش گفت بقا من 50 تومن اگه در روز گیرم نیاد کمیتم لنگه. خب بافور و تریاک و این چیزا اینا هزینه داره. اون موقع خب همه چیزا ارزون بود و ایشون تریاک ناب رو میزد که یه روزی هم با همون بافور و اینا دستگیرش کردم بردن کلانتری مشهد. بله آقای سیاوش اوستای عزیز با ما همراه هم، درودی بر شما. امیدوارم خواهی جرفی حالتون چطوره؟ خسته نباشید. خواهش بکنم، امیدوارم که پر و پیمانه باشه این برنامه امروز با حضور شما و اطلاعات جالبی در اختیار ما حضور. واقعا وقت بعدی که نزدم این پادشاه رو داشتیم، نعمت رو در حال رعایت نکردن، نفهمیدن که چی دارن و یک دفعه رفتن تو خیابونا بودن مرگ بر شاخه. میگم به همین راحتی همه چیز زندگیشون دیگه درست میشه، در خونه رو وا میکنه، بون نفت و گاز و همه چی اون پشت دره. این احمقانه ترین اندیشه ای بود که مردم ایران باور کرده. هرگز یه چیزی اینا باور نکردن. آقای شرفی بله، به مردم ایران باوروندن. یعنی تا همین الان بایستی ما بدونیم و تأکید میکنم من که ملت سرفراز و سلحشور و آگاه و آزادو و پاکندیش ایران همواره خردمند بودن. جناب شرفشاهی، رادیو بی بی سی و استعمار جهانی این انقلاب سیاه استعماری تازیان را به ما تحمیل کرد و مردم ما ناآگاهانه به خیابان‌ها ریختن و بازیچه دست اون کسان شدن. احوان سالس میگه حرکت از آن بود که محرکی بود. تحریک کننده نیروهای چپ کمونیستی بودن آقای شرفشاهی، که همتون به استثناء هر گروهی رو که شما ببینید که علیه پادشاه بود، اینها دست نشانده های چپ و مارکسیست بودن. اگر در عراق، در لیبی، در سوریه، در آلبانی، در کوبا آموزش دیده بودن، زندگی کرده بودن، حتی روحانیون، مجموعه روحانیون که در عراق بودن و سوریه، اینا همه بازیچه استعمار روس و انگلیس بودن. و روس و انگلیس و رادیو بی بی سی انقلاب کرد. نه ملت ایران جناب شرفشاهی عزیزم، اگر پروانه بدید من میخوام به همین نکته باید مطالب خیلی زیاده. مثلا بنجامین باریر رو امروز 8 سال زندان دادن، این جوان ایرانی فرانسوی که در ایران بازداشتش کرده بود، در مشهد در زندان بود. آقای خیلی عزیزم مطلب خیلی زیاده، ولی این هم من بگم امسد اینجا که دوست نازنین ما به درود دارم بهش، آقای دکتر کمال جعفری زندانی سیاسی، دکتر کمال جعفری یزدی، همین شما رو میشناسیم جزو همون 14 نفر هست که اعلامیه قضایی رو اعلام کرده، اجرا کرده. این جناب شخصی هفته پیش، یعنی هفته پیش که چرسان دو هفته پیش از زندان اومده بود بیرون، برای یک عمل جراحی خودش در تهران به یه خونه نشوند با تلفن یکی از دوستان من با من تماس گرفت. من درود دارم به دکتر جعفری.
قبلا یک زندانی امریکایی در زندان مکیلاباد مشهد بود چند سال پیش زمان آقای ترامپ که نامه‌ای به من نوشت و من اون نامه منتقل کردم به ترامپ و اون فرد آزاد شد از زندان. این بنجامین بریر به فرانسوی هست، 36 ساله است، در مرز ترکمنستان و ایران بازداشتش کردن 20 ماه پیش. ایشون هم از زندان مشهد و آقای دکتر جعفری گفته بود که پیامش به من برسونه که با اینکه خب همه اینجا در جریان بودن، خواهرش با هم مسافرت کرده بود، برای آزادی اقدام کنیم. و من دستاندارکار بودم و چند تا شخصیت فرانسوی داشتیم صحبت کرده بودیم و میکنیم و روی این قضیه. و آقای دکتر جعفری تفری گفت من با تلفن خودم هم زنگ الان این مسئله من میگم چون ایرادی نداره. اینها اینقدر شجاع، آقای جعفری خودش از ترکش خونباره اینقدر خورده، خودش جانبازه، برادرش که رفیق من بود 17 سالش بود کشته شد در جنگ ایران عراق، جعفری یزدی، یه جوان 17 ساله پرشوری بود که میومد پیش من، از 14 سالگیش من میشناختمش. ایشون در جنگ کشته شد. خود دکتر کمال جعفری یزدی که جز همون 14 نفر است تمام بدنش زخمیه. و آقای نوریزادی که شما اشاره فرمودید بارها در موردشون صحبت کردیم. این جنگاورانی که سرزمین ما را از اسیر صدام حسین نجات دادن، ولی الان ما همچنان اسیر صدام حسین هستیم که در این رابطه باز یه خبر مهمی امشب وقت بشه خدمت میگم. آقای جعفری مبارک هر کاری میتونی گفته بکنی که این تفیر از زندان آزادش کنن چون بیگناه گرفتنش و میخوان باش معامله کنن. حالا خیلی جالب آقای شرفشوی واگاهیتون برسونم که امروز اینو ایشون رو محاکمه کردن و به 8 سال زندان محکوم کردن. و اونطور که آقای دهقان عزیز وکیل ایشون در ایران، چون ایشون دو تا وکیل داره، یک وکیل داره در پاریس هست و یک وکیل در تهران ایرانی هست، آقای دهقان که وکیل ایشون هست در تهران اعلام کرد که حتی تو دادگاه اینا جریان مبادله رو مطرح کردن، چون میدونید همیشه این افرادی که بازداشت میکنن برای مبادله است با زندانیانی که مثلا در فرانسه دارن، در جای دیگه خود جمهوری اسلامی ایران داره. ولی من امیدوارم ببینم که پیام رو بنجامین در زندان مشهد میشه. من مطمئن هستم که با اینکه محکوم شده ولی همه تلاش میشه که آزاد بشه به خانش برگرده. یعنی چیم آقای طرفه جدا که مردم ایران رو گروگان گرفته، مردم جهان رو که برای دیدن ایران و فرهنگ و تمدن 7000 سال سفر میکنن به ایران و این بچه با این وان من خودش ماشین حالت کاروانی داشته سفر کرده که هزینه کمتر متقبل میشه و غیره بسید که سال 20 وزن داره. حالا این در فرای فرمایش که من کش میکنم در خدمتتون هستم. اگر نه من میخواستم در رابطه با همین فرمایش شما که میفرمودید چگونگی که بدبختی ما شرف از ملت ما نیست، ملت ما پول نخواه، بچه هایی که میگن ما نسل سوخته پخته هستیم و مزخرفات رو بیم کنیم، سوخته تر از همه شما ما رو سوزن بیم، وقتی میلیون به خاتمی رای دادیم، میلیون به پاهانی رای دادیم، اینا همه چرفی ما به عنوان اندیشمندان و خردمندان جامعه خودمون باید به مردم آگاهی بدیم. یه چهار باطلی رو که گلوبالیسم جهانی، موندیالیزاسیون، جهانخوارا تو دهن بچه‌های ما می‌ریزه، اونا مردم ایران پادشاه رو دوست داشته و دارن و سرزمین آریایی رو دوست داشته و دارن، فرهنگ و تمدنش رو دوست داشته و دارن. این استعمار نوین هست که حالا کار می‌ذاره که مطالعه نمی‌کنم. می‌گم اون اسمش رو بگم. ما اگه یادتون باشه در محضر شما استاد گرامی آقای شرف‌شاهی در تو علی شمپانی کردن عالی ترین شخصیت ایرانه، رئیس شورای امنیت میرویس و ایشون از علی خامنه‌ای رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه سپاه همه مقتدرتره، یعنی فرمان خامنه‌ای رو اجرا میکنه اون بالا به عنوان امنیت ملی، وزیر اطلاعات صفر، فرمان سه همه مطیع مردکن. این مردک که عامل صدام حسین ثابت کردیم باید که بعثی این بابا ثابته. حالا نکته آقای نقدی از این زیاد آقای شرفیران علت اصلی بدبختی ملت ما که هر روز بدتر و بدتر میشیم اینی که حزب بعث عراق صدام حسین
در جنگ با سلحشورانی چون مستان سلجوقی، چون جعفری، چون عرض کنم خدمتتون که مهدوی فر و دیگران شکست خورد، اما در نفوذ خودش پیروز شد. الان ارگان‌های اصلی قدرت در ایران دست عراقی هاست. عراقی هایی که آقای شرفشویی بعثی هم اینا رو دستگیر کردن. محمد رضا نقدی رو شما میشناسید، مردک بود، همه اینو میشناسن. این نمونه است میگم، مثل من زیاد دارم سند. این نمونه است. ایشون سال 58 آقای شرفشویی از عراق به عنوان معاون وارد ایران میشه در ارومیه. یکی از رهبران حزب دموکرات کردستان میگه آقای جاسوس صدام حسینه، بازداشت میشه. همین رو الان فرمانده بازداشت میشه، زندانی میشه. طرفی که از این بازجویی میگیره در میابه که واقعا جاسوسه. اسمش هست سمانی، فما فمانیه یعنی هشت. این بابا از زندان میاد بیرون، خوب بازجویش کشته میشه، بعد الان میشه سردار. سال 58 هم دوباره باز به عنوان جاسوس سردار دستگیر میشه، یعنی 18 سال دید. باز ولش میکنن میشه سردار. مملکت مشکلش این های شرفشاهی عزیزم که جاسوس های صدام حسین در بالاترین ارگان های قدرت در ایران دارن کار میکنن. بعضیشون هم که زاده عراق هستن. در خدمتتون هستم. بله، من مسئله برگردیم به این مذاکرات وین ببینیم در چهار رژیم کم کم داره یک نمایشی میده که میخواد به طور مستقیم با امریکا مذاکره کنه و دوباره این رئیسی همه میگه آقا اگه تحریم ها رو همه رو لغو کنین ما خب مذاکره میکنیم با امریکا. این کلمه یه که سوال مدت ها ماه هاست داریم میگین و منم هم تو همین برنامه هم گفتم آقای بایدن هم نمیتونه تمام این تحریم ها رو لغو کنه، امکانش نیست. اینجا دو تا حزب قدرتمند است اداره میکنن مملکت رو و اینا در حال تصیب نمیکنن آنچه رو که اینا بیان قرار ببندن و بگن آقا بعد تحریما. همین الان که یه مقداری صحبت هایی هست که امکاناتی داره میده آقای بایدن به رژیم جمهوری اسلامی ایران، سر صدای جمهوری خواهان در اومده که این ساکت و صامت داریم پشت پرده سازشایی میکنیم، ما ازش آگاه نیستیم. حالا به نظر شما این که میگه، البته این رئیسی که خودش از خودش که اختیاری نداره، اون کسی نشسته اونجا اسدعلیه، اونه که به این میگه ما میتونیم مذاکره کنیم یا این راه و روش تازه رو در پیش بگیریم، کم کم جاده ها باز بشه مذاکره رو ادامه بدیم. ولی خب دیدم فرانسوی ها میگه و انگلیس ها خیلی شدیدن میگن داره وقت میگذره به خاطر اینکه این جمهوری اسلامی داره این بمب اتمش رو اینا رو میسازه. اینا یه مسائلی که هی مطرحه. به نظر شما آیا این دولت جمهوری اسلامی و این سدلی خامنه‌ای بالاخره رضایت میده مستقیم با امریکا مذاکره کنیم؟ برای که هم وزیر خارجه داره میگه، هم رئیسی داره میگه ما کم کم داریم آماده میشیم یه مقداری امتیازاتی ما بدن مذاکره میکنیم. آیا یه همچیزی امکان پذیره؟ آقای شرفشاهی عزیزم، در زبان عرب میگه شوفو دائما ما ورا الخبر، یعنی همواره شما نگاه کنید که چه چیزی پشت خبر ها، یعنی اینه که زیر ویزه چیه. اونی که از شما قایم میکنن تا یک ترسیده رکتون ها میدادن که کار خودشون رو برن. حالا هم دونم شما استاد هستید در زمینه طبیب هستید، دیدم از دکتر از من که همه این حرف ها به قول خانم لیلا فروه در روی آقای علی شیروان روحانی سفره، همه این حرف ها بهانه است. بهانه های آشهانی نیست، دولاره. جلب شرف شما میدونید که در طی این 43 سالی که جمهوری اسلامی اومده در جهان یک سری ثروتمند جدید پیش اومدن و پدید اومدن و یک سری بانک های تازه که اینها اینقدر پول دارن که نمیدونن چیکار کنن. شما خود این چند هفته پیش فرمودید که اینقدر پول دارن که میرن برای شطورا هتل میسه. حالا من طرف این تحریم هایی که 43 سال ایران رو میکنن، شما میدونید که با هر تحریمی
میلیاردها دلار از پول مردم ایران رو اینها به جیب میزنند. از این میلیاردها دلار که به جیب میزنند تحریم ها، هم ایران سود میکنه، اونهایی که در سیاست هستن هم برخوره. و جمهوری اسلامی ایران به رهبری ولایت فقیه و کلیت روحانیت ایران یک نظام استعماری وابسته به امریکا، روس و انگلیس هست و چین هم حالا اضافه شده و الی آخر. اینا وابستن های جرجه ای. علی خامنه‌ای از روزی که رفت توی سفارت با گروگانگیرها دست داد و حالا اول کرده گفت چیزی کمی دست دارید به برمایید، آمریکا رو براش کار میکنه. از وقتی هم که سفر کرد به عراق و 18-20 سالش بود، بعد از عراق سفر کرد به مسکو، تو اون دانشگاه درس خواند که من منشی اونجا صداشو پخش کردم، باش صحبت کردم، منشی پوتین تایید کرد اینو، چون هم پوتین هم میخواد آبون اینا رو ببره، برای همینی که حضورم از اینا استقبال کرد. اینها مزدور هم های شرف شده و کارشون اینه که توی ملت ایران حالی کنن. امریکا حتما میدونید، شما حتما میدونید، خب من هم حرف میکنم، امریکا از زمان عرض کنم خدمتتون ظریف و همون روحانی تا الان ارتباط مستقیم از طریق رئیس سازمان سیا داره با جمهوری اسلامی ایران، مذاکره میکنه، تا این مذاکرات رئیس سازمان سیا حضور داشته با اینو صحبت کرد. و اینها به زودی خواهید دید که اصلا خیلی چیزا رو علنی خواهیم کرد، ولی تحریم ها برداشته نمیشه، چون تحریم ها یک دکانی نوندونی در برای ایران یک سری دوز و برای خارجی ها یک سری دیگه. شما اخیرا شاید دیدای شرفونی چند وقت پیش نوشته بودید در روزنامه، دیدم که ایران اعلام کرد ما 50 تا آمریکایی رو تحریم میکنیم. 50 تا آمریکایی تحریم میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اگه میخواین تحریم ها رو برداریم، ما 50 تا آمریکایی تحریم میکنیم که وقتی تحریم رو برداشتیم میشه اونا نتونیم کار کنن. اینا هم بازی خودمونتون برام فدای شما بشم. نظام جمهوری اسلامی تماما نظام وابسته به گلوبالیسم جهانی، جهانخوارا، حالا محمد ایران خونده ای جهانخوارا، وابسته اونا و همه اینها متحد هستن در نابودی ایران. حزب بعث خودش بازیچه اتحاد جماهیر شوروی بود، سوریه بازیچه اتحاد جماهیر شوروی بود، لیبی همچنان. اینها که قدرت کمک کردن و قدرت دادن به روحانیت در ایران، پاست روس و انگلیس بود و بعد امریکا منفعت خود چون گلوبالیسم جهانی آقای چرب چهگی، اینا مثل پسرهایی هستن، با هم یه رقابت هایی دارن ولی هرگز نمیان خامنه‌ای ایران رو ترچیک بدن به منافع خودشون. ارتباط هم اینا داشته بودن، شما در حالت بگید یکی کوچک باید بدونید اصلی ترین پرودکشنی که چیزی که تولید میکنه امریکا آیفونه. آیفون با تحریمی که ایران داره، در ایران از آیفون اولش تا 13 کنه آمده و بعدش میداد، ایران پرفروشترینه، پرفروشترینه. این چه تحریمیه؟ تحریم ما اینه که کشورهای گدایی واسطه بودن، رابط بودن و بانک ها نه، یک سازمان های فایننس در جهان اینها دلالی بکنن، جنسال دست دوم سوم به ایران بپوشن و وسطش سود ببرن. ایران از هنگام زایش انقلاب اسلامی ایران با پول جیمی کارتر و ضدیت با محمد رضا شاه عزیزم آغاز شد و تا الان هم در آغوش هم هستن. آقای شرفی شما ما بود این شعارهایی که پوش خواهد نمیخواهیم. بله بله، عرضم حضور انور عالی که اوضاع این ویروس پرکشتار در همه جای دنیا هست، یه دفعه یورشی هم در خود همین امریکا برده، ولی شنیدم فرانسه بسیار درگیر این ماجراست و همینطور داره گسترش پیدا میکنه. این ماجرای آزادگی و اینکه قانون اجازه نمیده به مردم فشار بیارن که ویروس بزنن، اینا این یه دردسر بزرگیه. آزادی تا یه حدیه که باید آدم درک کنه که آقا اگه اینو تو بزنی
سالم میمونی، زنده میمونی. اگرم بگیری مثل سرماخوردگیه دیگه، اونجوری نمیمیری، نمیری زیر دستگاه ها. ولی این خب اینا حالیشون نیست و قانون هم جلوی مقامات دولتی فرانسه رو گرفته. آقای مکرون بسیار از این نظر عصبانیه، ولی شنیدم تعداد کسانی که این روزها در فرانسه گرفتن روزم افزایش داره پیدا میکنه. جناب شرفچایی، در اون رو که رسانه ها اعلام میکنن، همین الان من اخبار رو بازگوش کردم، در فرانسه در این چند هفته اخیر روزانه بین 300 هزار نفر، اول 200 هزار نفر بود، بعد رسید به 300 هزار نفر، و همین امروز که ما سه شنبه هستیم 360 هزار نفر این رو گرفتن. یعنی و بعد یادتونم نره در فرانسه جناب شرفچایی درصد خیلی کمی 5 6 میلیون هستن از 86 میلیون که نزدن، بقیه همه زدن. حالا من هم اینو به همه هموطنان عزیزم پارس زمان ها در سر و سر جهان اعلام میکنم که تنها ترسی که اینها دارن این هست که اینها یه چیپ وارد بدن میشه و بعد شما رو کنترل میکنن. من قاطع میگه سیاوش اوستا میگه گوش کنید، اگه تو تروریست نیستی بعد نمیخوای یه اکت تروریستی انجام بدی، تو ذهنیت نجات پرست نیستی، خائن نیستی به بشریت، به جامعه جهانی، به دهکده، تو تا چی میترسی؟ برو بذار ویروس که میزنی تا امی الان با تلفن دستیتون همه تون تحت کنترلین. امی الان آقای شرفچایی با امی تلفن دستیمون، با تلویزیون تو خونمون، با چراغ برقمون توش، اینا اطلاعاته. یعنی تا درس سیاوش عوستا میده، چون من از 1994 با اینترنت آشنا بودم، خیلی از عزیزان من در امریکا، در ایران، جای دیگه، من اصلا بهشون یاد دادم تلفن اینترنت یعنی چی، نمیدونستن اینترنت یعنی چی. اینه که من به شما میگم، من کلاس اینترنت داشتیم، آموزش اینترنت در 10 نقطه پاریس، سالیان سال آموزش دادیم اینو. تخصص من، یکی از تخصص هاست این هست آقای شرفچایی، که عزیزان من شما تحت کنترل الان هستید. اصلا میدونن کجا رفتی، کی اومدی، چی خوردی، چی خریدی، همه اینا رو میدونن. 20 سال پیش بود من اومدم آمریکا، میومدم هر سال میام و میرم. 22 سال پیش با دخترم که اومدم اونجا، پلیس به من گفت سیاوش اوستو تو بیا، ما رو زود رد کرد، مهرمون هم زد و گفت بیا یه خبری بهت بدم. گفت میدونی یک حسن عباسی قلابی درست کردن؟ گفتم آره میدونم، نوشتم. گفت میدونی فرانسوی ها نمیدونن؟ گفتم فرانسوی نمیخونن، نمیدونن اینا، خود دفتی بونه بگی حسن عباس قلوبی درست کردن که جای تو بدن. یعنی میخوام بگم اینا اینقدر آقای شرفچایی قوی بوده و هستن. و حالا به این ویروس اگر اومده، بعد من بگم همه ویروس رو خواهن گرفت، یعنی ویروس وارد بدن همه میشه آقای شرفچایی. برای همین اگه 360 هزار نفر رو تو پاریس گرفت، فردا همه میگیرن، ما هم تو خواهیم گرفت. ولی اگر شما واکسن رو زده باشی نمیمیری، اگه واکسن نزده باشی میمیری، چون به هر حال جهان رو نمیتونیم ما رها کنیم در دست یک عده آدم ابله و نادانی مثل سید علی خامنه ای و طالبان و یک سری دیوانه دیگه که مثل هیتلر که اینها بخوان مردم رو نابود کنن. الان هم سابق با دین اینا رو کنترل میکردیم، یعنی ادیان میومد، تمام ادیان ویروس کرونا بود، برای کنترل بشر بود که اینها خلاف نکنن. ولی دیدیم علی با تکنولوژی جدید نمیشه، این ویروس میاد و همه مجبورن بزنن جناب شرفچایی، وگرنه همون تصفیه میشه. امروز اصلا تو پارلمان اروپا، چون رئیسش مکرون شده، اومدن اروپایی آقا این چی ویروس واکسن ما بزنیم، همه داری شما آدم میکشید با این، آدم کشی میکنید، از شعاره میدن چون میخوان مورد جمع کنن. همون رو خودش زده، خودش که میاد ضد ویروس و واکسن میگه، خودش واکسن رو زده های شرفی. اینه که فرمایش شما کاملا درسته، بایستی واکسن رو بزنن همه، از چیزی هم نترسن. طلا که پاک است چه منتش به خاک است. بله، البته این ماجرای طالبان در نروژ که اعلان کردن که آقا ما به صحنه بین‌المللی راه یافتیم و اینا، من میدونم اعتقاد شما اینه که اصلا این داستان رو طالبان و همه این کشورهای اروپایی و امریکا با هم دیگه ساختن و آوردن و اینا رو نشوندن اونجا و بدون جلب رضایت جملگی غربی ها یه همچین مسئله تحقق نمیتونست پیدا بکنه. حالا خب مردم واقعا به روزگار بدی در اونجا رسیدن، هر کی داره حالا التماس بکنن آقا کمک کنین، یه چیزی بدین بخورن اینا. این که
دیدم که پاره ای از این رهبران طالبان با اسامی غیر واقعی وارد نروژ شدن به خاطر اینکه ترسشون از دستگیری پلیس بین‌المللی بود و از این حرفا. اینی که ولی گفتن آقا ما مذاکراتی که در ژنو در نروژ داشتیم این اثرگذار بوده و ما رو داره به صحنه بین‌المللی باز میگردونه. عقیده شما رو میخواستم در این رابطه هم بدونم. مهربانی هم جناب زرفشاهی، همونطور که برای خدمتتون عرض کردم، میدونید که وقتی که نازنین من شاهزاده قهرمان پور احمد شاه مسعود احمد عزیزم وقتی که ایشون رسما اومد برای اثبات در تاریخ و ثبت در تاریخ برای همه پیغام پرست حتی داره میگه آقا من کمک میکنیم، شما کمک کن، نمیخوام پول، تو اصلاً نمیخوام، کمکمون کنید، این طالبان رو اعلام کنید که غیر قانون. اینو گفت آقا خیلی مهمه، های شرفی نیست کنید، گفت اعلام کنید که طالبان غیر قانونی هست، همین شما بگید تمام بکنید سرزمین خود از پنگ این آزاد کنید، هیچ کسی این اعلام کنید. و بعد من در جنگ هم به خود که ما اینجا پخش کردم تو برنامه شما پیغام داد که من احمد مسعود من با مکرون صحبت کردم، با وزیر کشور فرانسه رو در رو صحبت کردم، صحبتم رو اینترنت هست. خدا احمد میگه شما دوباره میرید با ملاقات دارید اینو بگید اینو پر به رسمیت نشناسین، که حالا من اینو به مکرون بگم باز میگم چی میشه. آقای شرفشاهی وقتی که دنیا مقاومت دیرین رو مثل اینکه پدرش رو کشتن کنار گذاشت و وقتی که من نشون دادم اسناد رو همین شمخانی تو هواپیما نشسته با فرماندار سپاه داریم افغانستان نقشه افغانستان جلوشه، اینا برنامه ریزی کردن، یعنی حزب بعث عراق حاکم بر ایران مجلس شورای امنیت ملی ایران و بعد ظریف هم گفت، ظریف این اعلام کرد گفت من وزیر خارجم، از من شورای امنیت عالی خواست که اینا بیارم تهران قدرتی بهشون میدم، من آوردم دادم. یعنی آن شرفشاهی اینا همه همونطور که عرض میکنم یعنی دهکده جهانی هست، همه اینا همه الان استان ها و شهرهای گلوبالیسم جهانی هستند، فرمان اونا تلقان با برنامه ریزی جناب شرفشاهی با برنامه ریزی حتی زودتر از اون موعدی که امریکا تعیین کرده طالبان وارد کابل شدن، از همه مهمتر گروه حقانی خانواده حقانی که اینها رادیکال ترین هستند، اکثر قطرها رو اینها مرتکب شدن و اصلا 10 میلیون دلار روش جایزه تعیین کردن. حقانی ها در حکومت عالی ترین پستا رو دارن، خودش و برادرش و بقیه‌اش. اصلا بعضی یه نکته دیگه های شرفشاهی، اکثر همین دولت طالبان این اصلا شناسنامه افغانی ندارن، هویتشون پاکستانیه. از همه مهمتر من به شما گفتم اینجا میگن آقا رهبر ما آیت الله هیبت الله آخوندزاده است، آیت الله رو نمیگن ملا، آخوندزاده هیبت الله. من به شما عرض کردم پارسال مرده، کشته شده نیست، داره اصلا نیومده، درست این علی خامنه ای که یک مجسمه هست یعنی نیست میان یارو وجود نداره، یک شم و یک چغندر و یک هویج و یک قبر مرده اینو گفتن رهبر طالبان. اینه که طالبان رو اینا خودشون ها بودن و هدف هم این هست که آقای شرفی حالا میگم دیگه اینم برم بهتون بگم دیگه این دنیا این آدم های ابله و ببین اینا ابلهان و فقرایی تیپ از مندیالیست اینجوری میاندیشه، اینا باید نابود بشن چون اینها همیشه باعث دردسر هستن و انفجارات و این برم رژیمی که با اینا کار میکنن باشون کار ندارن، مگر حسین رضایی آقای شرفشاهی حکم بازداشتش نیست، بازداشت جهانی است، چرا دستگیرش نکردن رفت آمریکای جنوبی اینا برای کار مش نداشتن رئیسی در فارغ شما خواهید دید کسی نمیاد بگیرتش. اینا همه تو تیم استعماری هستن که محمد رضا شاه رو انداخت، پادشاه رو از قدرت انداخت، اون شوکت و عظمت ما رو از بین برد و اونها قاطع پخش کردن که انگلیس ها قاطع گفتن که گفتن چون پادشاه ایران رو ما نمیتونیم کنترل کنیم بندازیم قدرت رو به عربستان سعودی در جنده دارن حکومت کنن، در این گلوبالیسم جهانی سعودی الان حرف اول میزنه. بله
بله، مسئله اینه که یه پرسش آخری هم دارم از شما، داره وقت برام تموم میشه، و مسئله اینه که دیدم که تظاهرات کارگران و بازنشستگان اینا در تهران انجام شده، یه ویدیوی هم ازش داریم، نمیدونم فرصتی باشه پخش کنن یا نه. مردم میگن آقا چرا همه با هم نمیای؟ چرا ما تظاهرات میکنیم شما نمیان بپیوندید؟ بعدا خودتون فردا تنهایی خودتون میرین تنها. این باید پیوند داشته باشه، همه با هم باشیم تا بتونیم این دردمون رو سامان بدیم. همین دیروز میدونین یکی از استادای دانشگاه کاشان خودشو کشت به خاطر اینکه بهش ندادن اون وظایف مالی و اینایی که داشته و طلبایی که داشته، خودشو کشته برای اینکه زندگی نمیتونست ادامه پیدا کنه، جلوی خانواده شرمنده بوده. خب دید بهترین راه کشتنه، خودشو بکشه و راحت بشه از این زندگی زیر مهمیز مشتی آخوند نادر. حالا این مردم واقعا همه میگن با هم بیایم با هم باشیم، چرا با هم نمیشه؟ واقعا آقای شرفشاهی، مردم همه با هم بیایم تو خیابان رو تضمین میکنه سیاوش عبستان. اگر 6 میلیون بیان بیرون مثل موقعی که اومدن موسوی خیانت کرد بهشون، به یزدان سوگند نظام فاقد ساقط میشه و گلوبالیسم جهانی مجبور میشه که مردم رو بپذیره. اینا روز به روز دارن از مردم دزدی میکنن. آقای شرفشاهی به عنوان سخن پایانی، این رشیدی مسئول حج و زیارت اومده گفته ما میخوایم همه رو ببریم عراق و سوریه زیارت با $200 $250 8 روز، هواپیما، خورد، خوراک، هتل، $2000 در میاد برای خود اینا. $250 میفروشن، $1750 برای هر نفری میدن که اینا ببرن اونجا که اقتصاد اینا رو کمک کن. همین پول نه تنها به مردم بدن، حقوق مردم نمیدن. خب راست میگین شما، مردم بایستی بریزیم توی خیابون. ما 86 میلیون جمعیت داریم آقای شرفی، اگر از این 86 میلیون 16 میلیون هم بریزن بیرون، 20 میلیون بریزن بیرون، یه از توش هم کشته بشه، کشته بشن اصلا، آزاد میشه ایران، میارزه، ارزش داره. شهید همواره ماندگار در تاریخ ایران. شهید هم واژه پارسی ایرانی است، عربی نیست. شهید لازم داره. تو خیابون کشتم شدید، میلیون هم اگه کشته شدید برای میارزه که ایران آزاد بشه، وگرنه گرنه روز روز دارین میبینید. برمای شما درست های شرف شهید. از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین. صداتون این بار هم همچنان خوب نبود، باید این مشکل رو با آقای امیر شهرتی صحبت کنیم که دیگه اینجوری نشه و شما رو قشنگ بشه آنچه رو که میگیم بفهمید. به حال تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما، برای شما آرزو میکنم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عوستا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.